وقتی حدود 10 روز پیش ماجرای توطئه رو بودن همکارمون مسیح علی نژاد رسانه‌ای شد، یه عده گفتن حالا که FBI توطئه رو بوده شدن یک شهروند آمریکا رو به ویژه شهروند ایرانی آمریکایی دیگه از داخل خاک آمریکا توسط جمهوری اسلامی کشف کرده، چرا بازم با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه این دولت آمریکا؟ 40-42 سال گذشته رو اگه نگاه کنیم میبینیم که حقوق بشر در خیلی جاها قربانی منافع دولت ها شده. این که میگم 40-42 سال گذشته رو نگاه کنیم، منظورم تاریخ جمهوری اسلامی است، و این همیشه اینجوری بوده، قبل از انقلاب هم اینجوری بوده. فشار زمانی میاد به ناقض حقوق بشر، به حکومت ناقض حقوق بشر، که بذارین در جریان برنامه گزارش هم خواهم گفت، فشار از داخل میاد، خب حمایت هم از خارج ممکنه بشه، زمانی که این فشارهای داخل واقعا مسیر تعیین کننده رو داره تعیین میکنه. خود مردم در داخل ایران عرصه رو بر حکومت سرکوب و ترور اگه تنگ نکنن، عرض کردم انتظار این که به دلیل فلان رویداد به ویژه در زمینه حقوق بشر هر چقدر مهم باشه، دولتی یا دولت‌های جمهوری اسلامی رو بذارن سینه دیوار، غیر واقعی است. درست یا غلط؟ این واقعیت تجربه شده در این 40 سال گذشته است. احکام ترور و آدم ربایی در خارج از کشور هم در داخل که بود، خب در خارج از کشور هم از روز اول حکومت جمهوری اسلامی صادر شد و اجرا شد، تا اونجا که ما میدونیم با ترور شهریار شفیق، افسر ارشد نیروی دریایی ارتش، فرزند اشرف پهلوی و احمد شفیق، در 16 آذر 1358 به ضرب گلوله تروریست‌های جمهوری اسلامی در پاریس کشته شد. وبسایت دانشسرای مشروطه نوشته سید عبدالله برقعی عضو بسیج ساعت 13 روز آدینه 16 آذر 58، یعنی 11 روز بعد از فرمان خمینی برای تأسیس سازمان بسیج، هنگامی که والاگوهر شهریار شفیق از خیابان میگذشت در پاریس به وی نزدیک شد و گلوله‌ای به پشت گردن او شلیک کرد و بیدرنگ دومین گلوله را به سر او شلیک نمود، سپس سوار موتور خود شد و دور شد. پلیس فرانسه 2 پوک فشنگ 7 تیر کالیبر 9 میلیمتری در محل قتل پیدا کرد. شاهدی که قتل بالاگوهر شهریار شفیق را از نزدیک دیده بود، قاتل را جوانی 25 تا 30 ساله با ژاکت موتور سوارها بر تن توصیف کرد. سید عبدالله برقعی اهل قم، بدون آنکه از خود برگه‌ای بر جای نهد به تهران بازگشت. پلیس و دولت فرانسه نفهمید که ترور شهریار شفیق کار جمهوری اسلامیه. هیچ اعتراضی به جمهوری اسلامی نکرد. هیچ. آقا 1 سال نشده بود که خمینی از فرانسه رفته بود ایران. کمتر از 1 سال بعد از ترور شهریار شفیق، علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در قبل از انقلاب در آمریکا ترور میشه. همین بغل گوش کاخ سفید و نمیدونم ساختمان وزارت خارجه و کنگره و اینها. کسی که او رو ترور کرد، میگم بغل گوشش، این ایالت واشنگتن دی سی، در واقع یک ایالت مریلند، در اونجا ترور میشه که نزدیک به واشنگتن، مرکز واشنگتن. کسی که او رو ترور کرد یه آمریکایی بود به اسم دیوید تئودور بلفیلد که قبل از انقلاب 57 مسلمان شده بود، 19 سالش بود موقعی که مسلمان شد، اسمش کرده بود داوود صلاح الدین. اسامی دیگه هم داشت، حسن عبدالرحمن، حسن تنتانی که تنتایی ببخشید که حالا خواهم گفت. انجمن دانشجویان مسلمان ایرانی اون موقع فعال بود، قبل از انقلاب میرفت اونجا، و ابراهیم یزدی اون موقع از به هر حال آدمای مشهور انجمن اسلامی بود، و با چند نفر دیگه از جمله همین آقای بهرام ناهیدیان که گویا همین امروز هم امام مسجد شیعیان در منسس ویرجینیا است نزدیک واشنگتن، به اونجا ها رفت آمد داشت آقای قاتل علی اکبر طباطبایی. سفارت ایران که با ماجرای گروگانگیری بسته میشه، همین آقای قاتل داوود صلاح الدین میشود محافظ دفتر، به اصطلاح مسئول حراست دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن. خودش میگه،
میگه یه روز اومدن بهم گفتن امام خمینی حکم ترور وابستگان رژیم گذشته رو داده و لیست 5 نفر رو به من دادن. گفتم اول میروم علی اکبر طباطبایی رو میکشم، وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در قبل از انقلاب در واشنگتن. 5000 دلار بهم دادن. 31 تیر 1359 در لباس یک پستچی رفتم دم خونه وابسته مطبوعاتی سفارت قبل از انقلاب در واشنگتن و همونجا با چند تا گلوله طباطبایی رو کشتم. یه هفته بعدم ایران بودم، با صادق قطب‌زاده دیدار کردم و بعدم رفتم پیش آیت الله خمینی. داوود صلاح الدین بعد از ترور با ماشین با دوستش رانندگی میرن کانادا، نزدیکه دیگه، چون 7-8 ساعت رانندگی میکنن، راحت میرسن کانادا. از اونجا با هواپیما سوار میشه میره سوئیس، ژنو. از سفارت جمهوری اسلامی در ژنو برگه ورود به ایران میگیره. اون موقع آمریکایی بوده دیگه، برگه ورود به ایران میگیره میره ایران. دولت سوئیس که میدونسته و میتونسته دنبال کنه پرونده ترور و عکس قاتلی رو که نقاشی شده بود از ذهن شاهدان ترور و در رسانه‌های آمریکا مکرر منتشر شده بود، خب خیلی سر صدا میکنه، دنبال نکرد. سوئیس، آمریکا هم که نکرد. در شرایطی که عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا هم زبان زد داشت میشد، دولت سوئیس کاری نکرد، کاری نداشت بکنه. 3 روز داوود صلاح الدین از فرودگاه ژنو رفت ایران. سال 1379 همین آقای داوود صلاح الدین تو فیلم سفر قندهار محسن مخمل باف بازی میکنه، نقش یک پزشک انسان دوست و اینا دیگه، این واقعا آب سر بالا رفتن ها. داوود صلاح الدین الان ایرانه، 70 سالشه، همسر ایرانی داره، مسئولیت های دولتی مختلفی داشته در ایران، از جمله مسئولیت آنلاین پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی. بعضی رسانه های آمریکایی و انگلیسی بهش لقب تروریست روزنامه نگار رو دادن، تروریست خبرنگار رو دادن. مثلا همون سال 59 که طباطبایی در آمریکا کشته میشه، یک تروریست لبنانی به اسم انیس نقاش رو سپاه پاسداران میفرسته پاریس، شاپور و بختیار آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب رو ترور بکنه. انیس نقاش در مرداد 87 به خبرگزاری سپاه، خبرگزاری فارس در تهران، گفت که این مشرق از اون گرفته و منتشر کرده، من اینم براتون میخونم، گفت حکم اعدام بختیار در دادگاه انقلاب صادر شد که امام خمینی همان را تایید کردند. من به بچهای سپاه گفتم که من تجربه کار عملیاتی دارم و این کار را بر عهده میگیرم. انیس نقاش 2 تا فرانسوی رو میکشه اما موفق به کشتن دکتر بختیار نمیشه، دستگیر میشه و در دادگاه در فرانسه حبس ابد میگیره، میره زندان. بعد از 7 سال حدوداً تو معامله 7-8 سال تو معامله فرانسوی ها با جمهوری اسلامی سر گروگان های فرانسوی در لبنان آزاد میشه، میره ایران. تو زندان تو فرانسه که رولان دوما وزیر خارجه وقت فرانسه میره ایران سال 67، وقتی آقای دوما بر میگرده انیس نقاش آزاد میشه. جمهوری اسلامی گروگان گرفته بود که اینو آزاد کنه. علی اکبر ولایتی اون موقع وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود. We promise them to make or influence. ما قول دادیم همه نفوذمان را برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان به کار بگیریم و واقعا هم عمل کردیم و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد در عوض کارهایی برای ما بکنند که از جمله عفو و آزادی انیس نقاش بود. Special envoy that they are going to do something including the releasing and giving amnesty to Mr. Naqash. برای بینندگانی که نمیدونن آقای انیس نقاش تو زندان چه کار میکرده در فرانسه، آقای نقاش 1 سال پس از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی عازم پاریس میشن، اشکالی نداره بگم ماجراش رو، گفته شده برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرند و
هرچند اون عملیات انجام نمیشه در مرحله اول متوقف میشه ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن. این تیکه‌ای که دیدین از برنامه بود که 3 سال پیش از شبکه افق سیمای آقایون پخش شد. قسمت اولش که دیدیم ولایتی بود که توضیح داد قضیه گروگانگیری در لبنان و بعد آزاد کردن گروگان‌ها در قبال آزادی انیس نقاش، و تیکه بعد از صحبت‌های ولایتی خیلی مهمه که عرض کردم برنامه 3 سال پیش جهان‌آرای شبکه افق که عماریون جمهوری اسلامی تهیه‌اش می‌کنن، کشوری که همین الان، یعنی میگم 3 سال پیش، درباره یک شخصیت سیاسی شناخته شده، یک کسی که در کشور دیگری نخست وزیر بوده و بعد در فرانسه ساکن است، این لحن رو به کار میبره که شنیدین و با همین لحن افتخار میکنه که میزبان تروریستی است با سابقه، آقای مجری، آقای عضو عماریون. خب کاری ندارم اینا چی کارن، مهم این ویترینه. تو سیماشون تو تلویزیون میاد اینجوری همین 2017 صحبت میکنن. ابدا فرانسه اعتراضی کرد به دولت ایران بعد از پخش این برنامه ای که بعد یه تیکش رو دیدین که بگه بابا شما به جای این که مثلا لاپوشونی بکنین این ترور رو، عملیات تروریستیتونو، میان افتخارم میکنین و تو تلویزیونتون پخشم میکنین جزئیات ترور در خاک ما رو. هیچ، چطور دیدی ندیدی. اینجوری عرض میکنم حدود 11 سال بعد از ترور ناموفق دکتر بختیار، جمهوری اسلامی موفق میشه بختیار رو با چاقو تو خونش در حومه پاریس به طرز فجیع بکشه، 15 مرداد 1370. فریدون بویراحمدی و دو تروریست دیگه که اسمشون محمد آزادی و علی وکیلی راد اعلام می شود که البته اسمای دیگه هم داشتن، ناصر نوریان و کیا، علی وکیلی راد هم امیر کمال حسینی و ظاهرا نام حقیقیش کوسریست، به هر حال اعلام می شود اسمشون اینان، ساعت 5 بعد از ظهر میرن خونه بختیار و او و منشی رو، منشی بختیار سروش کتیبه رو با کارد آشپزخونه سلاخی می کنن، حدود ساعت 6 هم محل رو ترک می کنن. فریدون بویراحمدی و محمد آزادی برمیگردن ایران. یکی از قاتلا دستگیر میشه، علی وکیلی راد. دستگاه قضایی فرانسه بهش حبس ابد میده. سال 1388 بعد از حدود 18 سال در فرانسه زندانی بود با یک گروگان که جمهوری اسلامی گرفته بود، کلوتید ریس، فرانسوی زندانی در ایران، مبادله میشه. وکیلی راد برمیگرده ایران، تو فرودگاه ازش عکس رو دیدین، استقبال رسمی میشه و جلالی نماینده مجلس و قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه، سخنگوی وقت وزارت خارجه، میرن استقبالش و کنفرانس خبری تو همون فرودگاه برای قهرمانشون میذارن و اینا. فرانسه شاهده، بقیه هم شاهدن. یکی دیگه از قاتلای بختیار، فریدون بویراحمدی، مسئول تیم ترور دکتر بختیار، امروز با نام فرهاد مهدیار مدیر کل شرکت قله و خدمات بازرگانی استان قزوینه. شنیدم که آقای مهدیار اینجا و اونجا گفته است، ما یه بار توی برنامه‌مون اعلام کردیم اینو، اینجا و اونجا گفته است که من اون نیستم، ایشالله گربه است. کی میگه که من اونم؟ اینو بگم به جز انیس نقاش و یکی دوتا دیگه شون، کی میگه که من اونم؟ کلی از این تروریست ها الان در مسند قدرت هم. اینو بگم، ببینین هر کدوم از این ترورها که انجام میشه یا نقشه های ترور که لو میره در کشورهای مختلف، فوری تو رسانه ها منعکس میشه و عالم و آدم ازش خبردار میشن. اما دولت ها بنابر مصالح اقتصادی و منافع کشورشون، به قول خودشون، چون داریم نتیجه این حفظ منافع کشور در لاپوشونی کردن ترورها رو داریم میبینیم، هر چی داره میگذره دیگه، دولت‌ها سعی میکنن این اتفاقای پیش پا افتاده براشون تأثیری رو روابطشون با جمهوری اسلامی نذاره.
عرض میکنم که اینا واقعیتی است که باید اینا رو پذیرفت و راهش رو باید پیدا کنم. با شعار و داد و بیداد نمیشه. تو فاصله ترور اول و دوم دکتر بختیار یک رشته ترورهای برون مرزی دیگه هم انجام میشه که من با توجه به ضیق وقت و البته ضرورتی هم نداره که من همه رو بگم، به چند تاشون اشاره میکنم. 18 بهمن 1362 ارتش بود غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور میشه. تیمسار اویسی در 18 بهمن 62 در پاریس به همراه برادرش غلام حسین اویسی با شلیک گلوله به سر کشته میشه. گروه جهاد اسلامی لبنانی به رهبری عماد مغنیه که همیشه میگفته من شاگرد انیس نقاشم، به رهبری عماد مغنیه مسئولیت ترور تیمسار اویسی در پاریس به عهده میگیره. دولت فرانسه چه کرد؟ اعتراض جدی کرد؟ نکرد؟ شوخی هم والا نمیدونم اعتراض کرد یا نه. دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران سال 68 در وین اتریش کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی. یکی از فرمانده های سابق سپاه زمانی که علی لاریجانی رئیس مجلس بود همین دهه پیش، در دهه پیش چی همین چون 5-6 سال پیش در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایت نوریزاد فرستاد و نوریزاد شجاعانه منتشر کرد این نامه رو، نوشت اگر یک روز گذرت به دفتر علی لاریجانی افتاد حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن، ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم رو دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. سرتیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی نبود. سهرارودی یا همان محمد جوادی به محض ورود به اتریش با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود به همراه نفر دوم ترور با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری با یا حاجی مصطفوی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودرو تشریفات سفارت جمهوری اسلامی در وین و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. سه دیپلمات تروریست یک کلت، هر کدام یک کلت 65 میلیمتری را در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. مستقیم از خود سهرارودی شنیدم که گفت ببخشید همین فرمانده سابق سپاه می نویسد در همین تیکه ای که دیدین از وبسایت آقای نوریزاد، می گوید مستقیم از خود سهرارودی شنیدم که گفت بالاخره یکی از گلوله های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت. 11 روز بعد سهرارودی که زخمی بود با برانکا، چون یک گلوله هم قاسملو که در دفترش مسلح بود شلیک میکنه که میخوره به گردن، یعنی میخراشه گردن سهرارودی قاتل رو. ادامه نامه: 11 روز بعد سهرارودی که زخمی بود با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل میشود و به ایران باز میگردد. چند ماه بعد محمد سهرارودی با حکم رهبر با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری به ریاست اداره اطلاعات سپاه برگزیده می شود. کاظمی قومی سفیر سابق جمهوری اسلامی در عراق یکی از معاونین سهرارودی بوده است. سهرارودی سال 80 میشه معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه. سال 84 با رئیس جمهور شدن احمدی نژاد می شود جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی. با رئیس جمهور شدن حسن روحانی هم میشه مسئول مراسم تحلیف ریاست جمهوری که یکی دو تا عکسشو دیدید ایشون تحویل میگرفته رؤسای جمهوری که از کشورهای دیگه به ایران مقامات رسما وارد ایران میشدن و بعد میومدن به مثلا کاخ ریاست جمهوری شدن هر جهنم درده که هستش اینا رو تحویل میگرفته و تحویل میداده و اون داستانه. ایشون خبر ترور قاسملو مثل توپ ترکید تو دنیا. همون 22 تیر ماه 68 قبل از همه تو رسانه های اتریش منعکس شد، رادیو و تلویزیون و اینا طبعا سر و صدای زیادی کرد. چه کرد دولت اتریش؟ دو تا از تروریستا بزرگیان و سهرارودی بازداشت میشن.
بزرگ صحرارودی که اصلا نمیتونست فرار کنه، زخم شده بود. بزرگیان در فاصله سه روز بعد از ترور از فرودگاه وین سوار هواپیما میشه، شیک میره تهران. اسمای دیگه هم داره این بزرگیان. قفور درجزی که بعد که پلیس اتریش آزادش کرد و آمد ایران، شد رئیس حراست سازمان صدا و سیما و بعد مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. همین قفور درجزی با اسم مصطفی مدبر شد مدیر عامل تیم سایپا و علی دایی رو از سرمربیگری سایپا کنار گذاشت. تشریف دارن سر کارشون. بعدن نسرین قاسملو همسر عبدالرحمن قاسملو و همرزم او در مراسمی که حزب دموکرات کردستان ایران برگزار کرد واقعیت برخورد دولت و دستگاه قضایی اتریش رو با ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و با تروریست ها فاش کرد. وقتی ما دیدیم که سهرارودی با مشایعت پلیس به فرودگاه برده می شود تا به ایران فرستاده شود، و وقتی دیدیم که در مدت 48 ساعت بعد از ترور قاسملو بزرگیان از زندان آزاد شد، گفتیم که باید کاری کنیم. من وکیل جوان و شجاعی را پیدا کردم. ما دانستیم که چه کسانی را ترور کردند، ولی این کار دولت اتریش بود که با این موضوع برخورد کند، و دولت اتریش تروریست ها را آزاد گذاشته بود و گذاشته بود که آنها بروند. ما تصمیم گرفتیم که علیه دولت اتریش اقامه دعوا کنیم، علیه وزیر خارجه، وزیر کشور و وزیر دادگستری. من با اینها بارها ملاقات کردم. آنها فقط مؤدب بودند. به من گفتند که دولت ایران به آنها گفته است که باید سهرارودی و بزرگیان را آزاد کنند، وگرنه جمهوری اسلامی فاش خواهد کرد که آنها هم به ایران و هم به عراق اسلحه فروختند. آن موقع ایران و عراق در حال جنگ بودند و اتریش خود را بی‌طرف اعلام کرده بود. بعد از 4 سال پیگیری این پرونده، وقتی به دادگاه عالی رسیدیم، دادگاه عالی اجازه نداد که دیگر جلوتر برویم و دولت اتریش را محاکمه کنیم. سه سال بعد از ترور دکتر قاسملو، دکتر صادق شرفکندی دبیر کل بعدی حزب دموکرات کردستان در شهریور 71 در برلین آلمان در رستورانی به نام میکونوس به رگبار بسته میشه. من همینجا بگم که خانم قاسملو وقتی که داشتن میگفتن که افراد دیگه هم، ما فهمیدیم که چه کسایی ترور شدن، چون افسون بر دکتر قاسملو کسان دیگه هم در اونجا کشته شدن در محل از همراهان قاسملو، و همینطور که دکتر صادق شرفکندی هم در رستوران میکونوس تنها نبوده و وقتی برگبار بسته میشن حاضران در اونجا عده‌ای کشته میشن که بحث جزئیاتش رو قبلا هم کردیم. بماند موضوع برنامه‌مون خب همینه که دارم گزارش میدم خدمتتون. یکی از قاتلان صادق شرفکندی به اسم کاظم دارابی در دادگاه فدرال آلمان محکوم به حبس ابد شد. 15 سال بعد در آذر 86 آزاد شد، به ایران پس فرستاده شد. تو فرودگاه استقبال رسمی ازش شد. بعد تو ایران تو شبکه 5 تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی آمد صحبت کرد این اواخر. گفت ترور رئیس جمهوری آمریکا بر من یک تکلیف است. اکنون محور مقاومت باید آقای ترامپ را ترور کند. من قتل آقای ترامپ را تکلیف شرعی می دانم. ببینید وقتی تروریست ها را آزاد می کنید در معامله با اربابان اون تروریست و تروریست ها در معامله با حکومت و با حکومت تروریست مذاکره و معامله می کنید، اینه نتیجهش. اینه این واقعیت دیگه ایناست. تحلیل و تفسیری هم لازم نداره. فردا همینا میشن مدیرای دیپلماسی جمهوری اسلامی. مگه ظریف کیه؟ یار غار سعید امامی در آمریکا، در انجمن اسلامی آمریکا که همون داوود صلاح الدین هم رفت آمد داشت توش.
ببینید کسی که می رود تا بالای پلای هواپیما همین آقای تروریست کاظم دارابی رو میره به استقبالش، علی باقری کنی، ایشون با پیرن سفید یقه آخوندی، همین علی باقری کنی که نامزد وزیر خارجه در دولت آقای رئیسی است، ایشون عرض کردم موقع آزادی کاظم دارابی، موقع اومدنش به ایران از زندان آلمان به عنوان مدیر کل اروپای مرکزی و شمالی وزارت خارجه رفت تا بالای پله‌های هواپیما به استقبال دارابی. بعد همین حاج علی باقری کنی میخواد بشه وزیر خارجه این دولت انشالله مستعجل رئیسی، و همین دارابی آشکارا تروریست محکوم شده در دادگاه آلمان، ترور رئیس جمهور پیشین یک کشور دیگر رو تکلیف شرعی خودش میدونه، میگه ترور ترامپ تکلیف شرعی من. کی این تبهکارا رو پروبال میده؟ قطعا جمهوری اسلامی. اما اگر جدیتی در برخورد با تروریسم جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر باشد، آیا این پروبال میتونه اینجوری گسترده بشه و خودشو به رخ عالم و آدم بکشه؟ فشار که به جمهوری اسلامی بیاد ممکنه حتی تعهد بده که قوانین بین المللی رو رعایت کنه، وقتی این اوضاع خیلی خرابه. حتی تعهدم اگر بده رعایت میکنه؟ نمیکنه. یه مدتی تو دادگاهی که در آلمان در 21 فروردین 1376 کاظم دارابی به حبس ابد محکوم شد به دلیل عملیات تروریستی میکونوس و کشتن 4 تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و یک فعال حقوق بشر، چند تا از مسئولان جمهوری اسلامی هم محکوم شدند و به همدستی و در واقع به دست داشتن مستقیم در ترور میکونوس. آلمان 4 دیپلمات جمهوری اسلامی رو به دلیل سر و صدایی که کرد اون دادگاه، سر و صدای جهانی، آلمان اخراج کرد 4 دیپلمات جمهوری اسلامی رو و سفیرش رو از ایران فراخوند. به تأسی از آلمان 15 کشور اروپایی هم بلافاصله سفیرشون از ایران فراخوندن و جمهوری اسلامی هم سفیر خودش از کشورهای اتحادیه اروپا فراخوند. اون موقع روابط دیپلماتیک ایران و اتحادیه اروپا کاملا قطع شد. این محصول اون ترور و رأی دستگاه قضایی آلمان بود. چقدر طول کشید قطع روابط دیپلماتیک؟ 3 ماه. سید محمد خاتمی شد رئیس جمهور و روابط دیپلماتیک از سر گرفته شد و سفرا برگشتن سر کارشون و همه چیز به روال عادی برگشت. جمهوری اسلامی البته در قبال عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران تعهد داد که عملیات تروریستی در خاک اروپا رو متوقف کنه. به این شرط اونا گفتن خیلی خوب، برگردیم سر سفرمون. خب سال 94 محمد رضا کلاهی رو که جمهوری اسلامی میگوید عامل کشتن رجایی و باهنر در سال 60 در تهران بوده، مزدوران حکومت ایران در خاک هلند میکشن. سالها محمد رضا کلاهی به اسم علی معتمد به عنوان پناهنده در هلند زندگی میکرد. تعهد داده بود نکشه، ترور دیگه نکنه. بعد از سال 94، 3 سال بعد در تیر ماه 97 توطئه انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس کشف شد. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی فرد سوم سفارت در اتریش در وین به عنوان سازمانده این طرح تروریستی دستگیر شد. در دادگاه ضد تروریستی در بلژیک در انورغ به 20 سال زندان محکوم شد. 3 ایرانی همکار او هم دستگیر شدند، به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. تنها زمانی که اعتراض یک پارچه دولت‌ها علیه جمهوری اسلامی شد بعد از ترور میکونوس که 15 کشور اتحادیه اروپا سفراشون رو فراخوندن و روابط دیپلماتیک رو قطع کردن، جمهوری اسلامی تعهد داد که دیگه عملیات تروریستی رو به خاک اروپا نکشونه. روابط که از سر گرفته شد، باز برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی در خاک این کشورها از سر گرفته شد. این ذات حکومتی است که با ترور و زورگویی و وحشت‌آفرینی زنده است. ایدئولوژیشه، دست نمیکشه. باز در آلمان ساعت 3 بعد از ظهر شنبه 13 مرداد 71 3 نفر با قرار قبلی به عنوان مهمان آشنای فریدون فرخزاد میرن خونش.
احمد جیهونی کارمند امنیتی جمهوری اسلامی، اکبر خوشکوشک عضو تیم ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، و فرد سوم گفته می شود سعید امامی بوده است، معاون وقت وزارت اطلاعات. به گفته پزشک قانونی پلیس بن، بین ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر همون روز با 21 ضربه کارد آشپزخونه فریدون فرخزاد رو سلاخی میکنن. جیهونی بعداً در خیلی راحت دیگه، بعد 2 ساعت 3 ساعت رانندگی کنی میای تو فرانسه، بعداً تو فرانسه دستگیر میشه. و چی میشه؟ هیچ، بازپرسی کوتاه ازش میکنن، آزاد میشه، سوار هواپیما میشه میره ایران. اکبر خوشگوش چی میشه؟ به عنوان عضو تیم ضربت اروپای وزارت اطلاعات میره ادامه شغل شریفشو میده و همزمان در ایران برج‌سازی میکنه، تو تهران موبایل قاچاق به اسم کالای امنیتی وارد میکنه که گزارش مفصلشو دادم، میشه مالتی میلیاردر، بعدم میشه اصلاح طلب و میره ستاد میرحسین موسوی، و بعد سال 88 مهدی کروبی میره ختم پدرش که باباش مرده بود، و خلاصه الانم داره تو ایران به نظام خدمت میکنه. این ترور و قصابی هم مثل باقی ترورهای جمهوری اسلامی سر و صدای خیلی زیادی کرد، اما دریغ از یک تشر فقط همون آلمان به جمهوری اسلامی. فرانسه که اصلا تروریست رو گرفت که برگردونه ایران، یه وقت تو فرانسه اتفاقی براش نیفته، یا آلمان نیاد بگه آقا به ما پرش کردون. روح الله زم از فرانسه میدوزن میبرن عراق، از اونجا چشم بسته و دست بسته میبرن ایران. خب یا دست عراق در کاره یا دست فرانسه یا دست هر دوشون، ولی چی میشه؟ منافع کشورها و دولتها مرجح است بر حقوق بشر و آزادی رسانه و آزادی بیان. پسر جان، دادگستری آمریکا منصور ارباب سیار را در سال 1390 به همکاری با نیروی قدس سپاه در تلاش برای ترور عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا متهم کرد. ارباب سیار یا ارباب سیار در دادگاه اعتراف کرد و محکوم شد به 25 سال حبس. خب نتیجه چی شد در روابط ایران و آمریکا؟ بحث سر مسئله هسته‌ای و موشکی و ایناست. خیلی مهمه اونا، ولی حقوق بشر اینجا شلوغش نکن دیگه. این نمونه تازه تر 22 تیر ماه 1400، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد چند مقام اطلاعاتی حکومت ایران به تلاش برای روبودن یک روزنامه‌نگار آمریکایی و فعال حقوق بشر در نیویورک متهمند. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این خبر در پیامی توییتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا FBI برای خونسا کردن توطئه روبودنش تشکر کرد. علیرضا فراهانی، نمیدونم چی شوارقیه چی 50 ساله، محمود خازن 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران متهم شدند که می‌خواستند این روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن بروکلین نیویورک را بربایند. هویت یکی از این 4 نفر با جزئیات فاش شده. بعضیاتون حتما در فضای مجازی دیدین محمود خازن یا همون حاج محمود بعضی سلبریتی ها. چند تا شرکت صادرات و واردات، کشتیرانی و حمل و نقل به اسمش که همه شرکت های پوششی وزارت اطلاعات هن. انبوه شرکت پوششی داره وزارت اطلاعات که همه آدم ها مثلا میگردونه به اسم ایناست. ایشون اسپانسر غیر رسمی باشگاه پرسپولیس بوده و اسپانسر غیر رسمی البته کلی دوروبریاش از اهل سینما گرفته تا ورزش و حتی فرهنگ، یا جشن حافظ برای هنرمندان برگزار میکنه. ببینین همه این بازیگرا و ورزشکارایی که تو این چند تا عکسی که دیدین میبینیم، ممکنه بگن آقا من هر کی با هم عکس میندازه مگه من میدونم کیه، یا مگه من ازش سابقه میپرسم؟ ما نمیدونیم ارتباط این بازیگرها و ورزشکارها با دستگاه‌ها و آدم‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی دقیقاً چیست، ولی نتیجه کاراشون رو می‌بینیم. عکس‌های حاج محمود اطلاعاتی رو که آدم می‌بینه در خوشبینانه‌ترین حالت
این عکس ها میگه نشان میدهد که کنترل امنیتی ها و اطلاعاتی ها بر سینما و ورزش کشور چقدر گسترده و عمیقه. خب بدیهی است، میگم نتیجه کارا رو میبینی منظورم اینه، بدیهی است که کنترل کردن اینا یعنی چی؟ یعنی افزون بر تعیین مسیر و محتوای کاراشون، گزینش و برکشیدن آدم هایی که بهشون مطمئن ترند پس توش در میاد. نتیجه چی میشه؟ اطلاعاتی سالاری به جای شایسته سالاری. یکی از دلایل عقبگرد ورزش و سینما و تلویزیون و تئاتر کشور قطعا نمیتونه جز این باشه. بماند. بر اساس دادخواست دادستانی نیویورک، این حاج محمود و سهمدستش که ظاهرا در ایرانن الان، میخواستن در همکاری با نیلوفر بهادوری فرس که ساکن آمریکاست مسیح علی نژاد رو بدزدن و از طریق ونزوئلا ببرن ایران. اف بی آی بعد از 8 ماه تعقیب این تروریستا و مراقبت از مسیح علی نژاد این نقشه رو فاش کرد. اتهام نیلوفر بهادوری فر معروف به نلی بهادوری فر ارائه خدمات مالی به این افراد برای این توطئه اعلام شده است. نزدیک به 548,000 دلار اگه اشتباه نکنم. نزدیک 500,000 دلار همین از پرداختی های خانم نیلوفر بهادوری فر به این تروریست ها در پیوند با همین نقشه است. این چیزیست که جزو اسناد اف بی آی هست. باری اظهارنامه دادستانی نیویورک با جزئیات نقشه ربایش رو نوشته، فاش کرده. من فقط کوتاه میگم برای اثبات این موضوع که در صفحه 12 برای مثال نوشته است که در 12 جولای 2020 یعنی 22 تیر 99 کیا صادقی از ایران با، یعنی یکی از همین 4 مرد تروریست، با یک کاراگاه خصوصی در نیویورک تماس گرفت و در ایمیل برایش نوشت من از جانب یک مشتری با شما تماس میگیرم برای زدن رد کسی که برای فرار از دست طلبکارانش مخفیانه از دبی به نیویورک آمده. یعنی مسیح علی نژاد مثلا بدهکاری بالا آورده در دبی و بعد اینا، این آقا مثلا چه می‌دونم مثلا وکیل اون طلبکار است، حالا میخواد این تروریسته و حالا اومده ببینه که چه جوریه. اینجوری به کاراگاه خصوصی میگه ما عکس و فیلم واضح از او و بستگانش و خانه‌اش و اتومبیلش می‌خوایم. و بعد بخشی از همون عکس‌ها و فیلم‌هایی که بعداً اف بی آی کل نقشه و عوامل آدم ربایی رو که کشف و خونسا میکنه میاد اینا رو نشون مسیح علی نژاد میده و از جزئیات ماجرا آگاهش میکنه که بعد همه از همین اظهارنامه دادستانی و اظهارات خود مسیح علی نژاد از جزئیات این عملیات تروریستی مطلع شدن. نتیجه چی شد؟ البته نجات همکار سخت کوشمون از یک توطئه تروریستی. دوم، یادآوری ذات حکومت بی‌آبروی ایران به مردم جهان. بیشتر رسانه‌های معتبر آمریکا و اروپا به این موضوع پرداختن که من دیگه اسم نمیارم برای ضیق وقت. و سخنگوی کاخ سفید طرح روبودن مسیح علی نژاد رو به شدت محکوم کرد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در توییتی تلاش‌های مداوم ایران برای روبودن روزنامه‌نگاران و منتقدان را به شدت محکوم کرد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مسیح علی نژاد تماس گرفت. مسیح علی نژاد سه شنبه گذشته نوشت وزیر خارجه آمریکا تماس گرفت و گفت ما ماجرای آدم ربایی شهروندمان در خاک آمریکا را به شدت پیگیری خواهیم کرد. گفتم جمهوری اسلامی تهدید برای همه است. همین حالا در خوزستان چند جوان معترض را به خاطر آب کشتن. صدای مردم را بشنوید که علیه کل این رژیم هستند. این رژیم نرمال نیست. متن مفصل تر از آن است که فرصت داشته باشم همش رو بخونم. فقط در پایان عرض میکنم که به وزیر خارجه آمریکا گفتم از اینکه با من تماس گرفتید ممنونم، از پلیس اف بی آی ممنونم، اما موضوع فقط من نیستم، همین الان شهروندان آمریکایی، سوئدی، آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی گروگان رژیمن. با اروپا متحد شوید و در برابر حکومتی که گروگانگیری و آدم ربایی و قتل میکند اقدام جدی کنید. با آقای بلینکن گفتم تهدیدها و آزارهایی که به برادرم روا داشتن باعث نمیشود عقب نشینی کنم. مردم ایران هم کوتاه نمیآیند. از شما هم میخواهم به خاطر اینکه ملت ایران خواهان صلح با آمریکاست، جلوی تنها مانع این صلح یعنی جمهوری اسلامی بایستید و آنها را پاسخگو کنید.